بینندگان عزیز، شما هم چون ما هم شنیدید هم شناختید که این همون صدای نمکین است، همون صدای تاجیکانه است، همون صدای آشناست که حتی در سن 75 سالگی می خواهد سقف طارم آسمان را بشکافد، ناله های دل عاشقان را، ناله های دل سامعان را به ملکوت ببرد. و شناختید که صاحب این صدا کی هست؟ هنرمند دوست داشتنی، هنرمند رشتان زمین، دولت جورابیگ. و ما در سفر خدمتی چون بودیم در این وادی بسیار فیض بار و فیض ریز و فیض خیز، هیچ امکان نداشتیم و هیچ حقوق نداشتیم که به زیارت استاد ما بازگشت کرده باشیم به دوشنبه نازنین. و این لحظه ما خوشبختیم که در صحبت این مرد هنر هستیم و شما نیز خوشبخت و خوشحال باید باشید که لذت میبرید از حکمت اندیشه ایشان و از تنتنه سرودهای نمکینشان. استاد عزیز، چی حال و احوال دارید؟ در حاضره شرایط شکری خدا، شکری یعنی دولت و استقلالیت، شکری یعنی صلح و صلاح، زندگیمون به نهایت خوب هست. و نسبت به سالهای پیشینه آیسته آیسته ما برشت و به پیشروی نایل شده استاده. ما بسیار خرسندیم. سلامت باشد. چون میگویند که به پیر مرو در بیمانی، هرچند سکندر زمانی، شاید به همو خاطر خونه فرهنگ نویه رشت به شما نیاز دارد و ما شما رو در این درگاه دریافتیم. در خونه فرهنگ چی کار و فعالیت و روزگار داشته باشد؟ اهل فرهنگ چی نیاز داشته باشد؟ اهل فرهنگ
در زمان حاضره نسبت به زمان پیشتره خیلی پیش رفته است. سرکارتر هستن؟ سرکار است. خصوصا صنعتکارا ما، من چی بگم، برای ساختن یک آهنگ و عیاد کردن یک سرود و خواندن این زحمتی کمان را طلب بله، میکنن. بله. خیلی خواننده های سرسری بسیار هستن که هم یک چیز میگیره هم رفتن نگیره، لیکن اون سروده که دائمی باید بمانه و در دل مردم جا کنه، برای وای زحمتی بسیار کشیدن. بله. زحمتی بسیار کشیدن. بله. در خونه فرهنگ نوحیه رشت هنرمندان جوان هستند که میخواهند از روی تایید کرده شما بروند. چی بگم، من از سال 67 این جانب خواننده حساب هستم در تمام قریب 60 سال. قریب 60 سال. بله. من سال 64 اینستیتوت آموزگاری شهر دوشنبه را ختم کردم. خب از سال 67 سر شد استعداد خواندنم و سرود خوانم. یکمین سرودی که من خواندم نه تنها من گرفتارم، که در اون زمان همین مهمان بختی و کرسی از من یک کرسی پیشترک بود، همون صنعت نظم می دید، همون آدم اومد من تفسیر کرد که بیا همی آواز داری یا بخوان. ای همون سر کرده من از همون مهمان بختی، همون رژیسورم گویم، همون استادم، تقریبگرم همونشی. ای همون سالا سر کرده، بعد همون سال 67 دکده شده شهر مسکو با همراهی استادان بزرگ زیاده 500 کس رفتیم ما. من خدا رحمتی آدینه هاشیم بودن، زفر ناشیم بود. من دوستان شما، رفیقان ما، رحمتی نگینه را او پوا بودن، همون هفته مدنیت صنعت تاجیک در شهر مسکو بود. ای همون جا آمدیم، بعد همین صنعت راست گفت قپیدم. من چی بگم، دست به دامن هنر بستیم. هنر بستیم. سلامت باشیم. سلامت باشیم. شما از استادهای زنده یاد نام کرده راست که همگی مستی حضرت باشند، راست همگی دادی هنر را دادن. شما چی نظر دارید، هنرمند باید چگونه روزگار به سر داشته باشد؟ هنرمند چگونه باید با مخلص و با شنونده و با تماشابینش رفتار داشته باشد؟ چی باید کرد که سرود ماندگار شود؟ چی باید کرد که هنرمند ماندگار شود؟ راست. چون استادهایی که شما الان نامبر کرده، شما راست میگید، هنرمند فقط به تشویشی را طلب میکنه، به غمی را طلب میکنه، وقتی چاق را طلب میکنه. شرایط حاضره ما به همون درجه رسیده است که همه هنرمند شدند. از روی چی؟ ای روی بهبودی زندگی. زندگی ما آیسته آیسته خوب شد، هنرمندان اینا پیدا شدند. این وقتی چاق را طلب میکنه، همه بغمی و بدردی را، محنت را طلب میکنه. در زمان حاضره خیلی چی بگم، منبر من که باشه، من یک جهان تشکر و همین سردار دولت ما میکنم که همین از شش مقام سر کرده مقام دولتی داد، دیگر شهر این فلک مقام دولتی داد، همین از نو احیا و زنده همین مردی بزرگ کرد. نباشه همین خیلی من، همین خیلی من دیگر حافظوی اینو چندین تش مرده رفتم پس یک تا نگشت. این همین صنعتکارا را دلبرداری میکنه، یاردن میکنه، این همین صنعت برای همین روش کرده و پیشرفته ایستاده است. سلامت باشد. این همون سروده که نخستین بار سرایدید با هدایت استاد مهمان بختی، دردتون هست؟ همون کمتم هست. میتوانی زمزمه کنید؟ میتوانم. نه تنها من گرفتارم، بدام زلط زیبایم. نه تنها من گرفتارم، بدام زلط زیبایم. که هر کس با دل آرامش سر دارند سودایم. هر کس با دل آرامش سر دارند سودایی. قرنه یار زیبا را چه پروای کمان باشه، قرنه
هزاران سال رفته سال رفته خاطره رو بود است راست اما دیاپازون صدا رو نه نه صدا او قدر بلند است او قدر آزاد است انا همین در سین بسیار مبارک حفظ کردن بلندی صدا از چی بابسته که داشته باشد از آنی که هنرمندی هم صحبت ما روزگار بسیار سازنده به سر دارند در کوهستان فیضبر یا از استعمال شیر جرغات یا از محیط بسیار سالم خانواده یا کارخانه چیگونه صدا حفظ شده است در حسرت این صدا بفکرم بعضی هنرمندهای جوان حتی دل سوختند نگه نبانو سرود آواز مادرزاد می شود آواز چی بگم آواز ساخته می شود آواز پیروی می شود آوازی که پروردگاریم به همون آدم داده است فرض کردیم مادرزاده وی هیچ وقت نیست نمیشود آوازهای پیروی میکنن و دیگر ساخته کاری میکنن اینا زود ایبین بیروند ما خدا به شکر آوازی خدا دادی مادرزادی داریم بعد من در اون جای زندگی میکنم که من کوهستان است هوا تازه است خیلی چی بگم این برای آواز تاثیر دارد در ما فرش کردیم زواد فبریک نیست، گرد چند نیست، یگان ایسوس نیست، هوای تازه نفس میگیریم، خیلی خنک هست، چکری و تارون هست، زندگی ما خوب زشته ساده، شیر جرغات پر هست، برای همین خیلی آواز خدا و شکر که خسته نشده هست. زمان بخیر. واقعا هم، زادبوم دولت جورابیق، این هنرمندی محبوب و مشهور و احتراف شده و هم ایجاد نمکینش، جا شده در دل و دیده رشت آن زمینی فیضبار فیضریز و فیضخیز سرزمینی هنر پرور است میانی کوچه های تنگ و یاله های سبز در آغوش کوه های سربفلق قد کشیده این گوشه بیش سای دیار نازنینمان کودکی هاش پشت سر شده هر جا که ترانه او را برد رفت اما چون کوهستان زاده که بود با نیت آباد شدن در دل کوهساران خانه ساخت از لب دریای کوهی هم الهام گرفت و هم دریا دلی آمد با شتاب و استراب های روزمره چون دریا سازیش کرد خروشان و ستیزان تا کنون راه پیماست به کوه هنر در رشت آن زمین در این فراز قله کوه دولت جورابیق توانست هم حفظ بکند و هم دفاع مکتب هنری استادان زنده‌یاد گذشته را دولت جورابیق یکی از اون هنرمندانی است که در قطار هنرمندان اصیل منطقه قراتگین و درواز و خصوصا قراتگین که بسیار حافظان و مطربان نامی را برای باغ صنعت تاجیک داده است در قطار آنها نام برده می شود مثلا در اون منطقه حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان ابراهیم کابولی زندگی می کرد حیات فعالیتش دوام می داد شادروان اسماعیل ذوالفقار حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان از همون منطقه یک آوازی بسیار فارم و دلنشین داشتند سیمودین برهان و حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان که پسری آن کس هم شاگرد ما تمام کردند کنزرواتوری رو و امروز خوشبختانه در انسمبلی شش مقام به نام فضل‌الدین شهاب کار و فعالیت دارد پدری آن کس بسیار حافظ خوب و خوش صدا بودند دولت جورابیق نیز به قطار همین هنرمندان داخل می شود و از این منطقه هنرمندی مردمی تاجیکستان ظفر ناظم که تمام ملت تاجیک مخلصان خود را مات و مفتون کرده بود با داد هنر را داده و حالا هم در
دلی مردم جای دارد و هیچ وقت از یاد مردم نمی رود. و بینید فرزند اون کس هم امروز باز در پیروی پدر کسب و هنری پدر را ادامه داده استاده است. دولت جورابیک همچون حافظ راستی گپ با من بسیار معقول است. از کدام جهت؟ بسیار آوازی بقوت، آوازی فارم، دلکش، دلنشین و این هنرمند بسیار داننده سرودهای کلاسیکی، سرودهای را جرام میکند که به شنونده بسیار هم معقول چیده میخوند و سرودهای را میخوند که به دل شنونده راه میابد. من یاد دارم یک سال ما رفتیم همراه استاد آدینه هاشم در مهمانخانه مرکز ناحیه غرم میگفتن، حاضره مرکز رشت جا گرفتیم. خیلی بعد بسیار احترامی بلند که استاد داشتند، هر بیگه بعد از کنسرت ما را به مهمانی دعوت میکردند و آقای جورابیک حتما همراه ما بود. بسیار مردی دانشمندی خوبم بود. بعد از احمد جامی خیلی خوب میدونست، از عبدالرحمن جامی نیز از احمد جامی هم خوب بود. و من یاد دارم در یک معرکه آقای جورابیک دولت یک غزلی حضرت جامی را خیلی خواند: ای مهی خیرگانشین از روخ برافگن پرده را، شاد کن آخر دم دلهای غم پرورده را. گر به گورستان مشتاقان سوارا بگذری، جان دهد بر تن صدای سنبی اشپد مرده را. همین طرف آدینه هاشم من کرد و آقای جورابیک گفت همین یک بار دیگه تکرار کن و همین استاد آدینه هاشم همین آهنگ را از دولت جورابیک گرفت که این سرود و در حاضر هم که در خزینه رادیو محفوظ است. استاد آدینه هاشم به همین قدر بزرگیش باز از هر یک هنرمند یک چیزی را به خود کشیده میگرفت. در اینجا هم بزرگی استاد آدینه هاشم و هم بزرگی دولت جورابیک است که یعنی اینها یک موسیقی را به وجود آوردن و امروز در خزینه رادیو محفوظ که انشاءالله که صد سال دیگه این سرود دوام میخرد. میشنیدم در بعضی کنسرت ها، در بعضی محفل ها از زبان مردم که ما نیز همون سال ها در حالت جستجو بودیم و همون کسب آوازخوانی خیلی حسن توجه که داشتیم، مثل دولت جورابیک بر این حافظا که نامشان در بین مردم خیلی محبوبیت داشت حسن توجه پیدا میکردیم. من یک چند بار در صحنه ها اون کس را دیدم. اون کس خیلی مردی با تن و منی، یک مردی بسیار با صلابت و با جسارت و آوازش خیلی آوازی مرغولدار و یک آواز پایانش هم خیلی بسی مستحکم و بالای آوازش هم خیلی یک آوازی گیرا به نظرم می نمود و در وقت سرود خوندن مردمت خیلی جالب و خودش جلب میکرد و به سبب نست که حاضر شما گفتید که در سین 80 سالگی با اون کس بخوردید و اون جذابیت آواز و اون تکلمی خیلی زیبا و اون هنر بسیار والا در این هنرمند مونده. بعد تجربه چند ساله گفتیم قریب 6 سال روی صحنه بچه خلاصه آمدید، فرهنگ بلند سرایندگی از چی پورت است؟ آدمیت و انسانیگری هنرمند در کجا و چگونه پدید می آید؟ چگونه ظهور می کند؟ این احتراف خلق است و این نسبت به خلق نسبت به خلق مناسبت های خوب داشته باشد. مثلا نسبت به رهگذران، نسبت به اهل قشلاق، نسبت به اهل چیز باید عید دیگر را فرق نه. باید صنعتکار همین خیل باید باشد، یعنی که نه فقط ترونش، رفتارش، گفتارش، کردارش هم باید عبرت آموز باشد. بله سلامت باشد. هنرمندی یک کسب یا شغلی هست که باقی کسب ها همیشه به اون نیاز دارند. مثلا هر محفل ما غیر کسب هنرمند هستیم اما مثلا دیگر کسب ها گفتیم نیاز دارند. محفل مردم
معرکه مردم، سور مردم به حضور هنرمند قریب که معنی ندارد. و اگر شخص روی صحنه باشد حتما که همیشه سراغ شما آمدن، حتما که در شما رو کوفتن. بود حالت های شاید روزهایی که یکی رو ناامید کرده باشد، با امید آمده باشد شما رد کرده باشد. خواهر عزیز وقتی میشه، در وقتی که من استعداد و همین خواندنم زیاد شد، همین مخلصان به نهایت بسیار شدن. وای در زمان شوروی بسیار توی میبردن، توی زمان میشید که فرض کردین در در خانه من چهار آدم میامد، چهار جهگه همین را باز پسکه داشتم میکردم که توی که های انا فلان روز فلان روز فلان روز. بعضی وقت میشید یک رفیق میامد که فرض کردین من زخه گرفتم، او هم همون روز توی داره فهمیدی. بعد میگفتمش که برادر خطق رفیقی من یا خروش آدم شلینده داره. برای آنکه ای او رفیق پیشره وعدش دادم که بر وقتا بیادم ما بگریزیم توید بریم بیوخوی میکرده نمیشید. این همی خیلی هم شده از در حیات نکه من پشیمانم همی کار برای آنکه وای مر بر وقت آمدگی بد خیلی خیلی که در روی آدم نوری خداونده وای رفیقم نمیشید. همی خیلی کارا هم شده هم. در این سینه سال بایزی افسوس هست، افسوس میخورم که چوه همه آدم ها را من همه خیلی از اشتباه یاد کردن، اقرار شدن واقعا هم آیین جوان مردی است. جز این یک جرمی اقرار شده که وعده کرده و رفته نتوانسته به یک معرکه، دولت جورابک دیگر تمام عمر زندگی راستین داشت. با ترانه مرهم بر داغ و درد همگان گردید. اخلاصمندان خوب و خوشبین هم دارد تا کنون از این لحاظ. ما دوره که جوان بودیم در منطقه های مثلا قرغان‌تپه، در ولایت قرغان‌تپه توی تماشاها برگزار میگردید و مردم منطقه همین ولایت وادی وخش، ولایت سابق قرغان‌تپه بسیار حافظان دعوت میکردند برای توی تماشا، سور توی سنتی فرزندانشان، توی عروسی دامادی فرزندانشان گذراندن. در همین میدان هنری گذراندن توی تماشاهای همون وقتا همین هنرمندان بودند: آدینه هاشم، عبدالله نظری، جورابک مرادوف، ظفر ناظم، از خودی تاجیک‌آباد ابراهیم کابلی و ذوالفقار اسماعیل و من همین سیم الدین برخان فینا را دعوت میکردند و تا حتی از وادی حصار حافظی خلقی که در همین منطقه در همون دور زمان با اینا کار کرد و فعالیت برد حسین نصرالدینوف. نهایت هنرمندان اصیل هستند اینها که اینا یک مکتب عجایب مکتب دارند که برای تربیه آوازخوانان جوان امروزه بسیار اهمیت و ماهیت کلان دارند. اگر ایجادیات آنها را امروز زنده گردانیم و به شاگردان آموزانیم. در قلمرو قراتگین که اون مردم خیلی رابطه داشتن با فرغانه و با بخارا و سمرقند، تأثیر بعضی ترانه های کلاسیکی در این مردم در اون حوزه موسیقی زیاد بود و در اجرا کنی جورابک، دولت جورابک هم همه چیز حس کرده می شود. و در اون سال ها که استاد ظفر ناظم خیلی محبوبیت زیاد داشتند و خیلی انا در جمهوری نقش چون داشتند، اکثریت حافظا با او کس تقلید میکردند و من خیال میکنم که استاد دولت جورابک هم از استاد ظفر بعضی چیزها رو خیلی با صمیمیت میخوندند، میسرودند. اخلاصمند خوبم داشت و بسیاری وقت وقتی که مردم قراتگین بسیارش در وادی وخش و در این طرف ها یعنی که به مهاجر آمده بودند و در مرک های خود در اینجا هم از همه وادی قراتگین جورابک دولت را دعوت میکردند به مرک ها. یک مرد نورانی، یک مرد خشیار بسیار بسیار خوش صحبت، یک مردی که همین صحبتش کتی اووز تیمبری بقا قوت، گرچند که با استاد ظفر ناظم پیروی داشتند ولی آواز این کس تماما فرق میکند. فرقش از اون است که
بسیار چیزهای خودشم ایجاد کرده خونده است با شنوانده داده است. شما گفتم بتوانید که چه چیز است که با مرد با جوان مرد نمیزیبد و مرد باید چگونه باشد؟ خصلت اساسی مرد باید راستگو باشد، راست قول باشد، دلسوز باشد، با سواد باشد، با عقل باشد، دیگران نصیحت کند، با راه غیش راست بیارد، هدایت کند، وطندار باشد، وطندار باشد، وطن دوست بدارد. این مرد است، این مرد است. پس چی چیز است که با زن نمیزیبد و زن باید چگونه باشد؟ زنهای هست که خصلت های سرگپی داره که در آیله مثلا به مرد خونه خوش نمیگه، خصلت های مثلا جنگ جنجالی داره، به حد همسایت طوری زنهای هستن. اکثر زنها، ای خواهر عزیز، کدمی که زن تنقید میکنه و برای من انسان حساب نمیکنم. ای دامن زن مرد به معراج رفت، زنها را باید بنهایت عزت حرمت کنیم. همه ای پیغمبران، اولیاهان، پادشاهان از دامن زن برآمدند. زنها را باید حرمت کنیم. سلامت باشه. شما در برای زن، در برای مادر بوره چیزی زمزمه کرده؟ صد بار. آفرین. صد بار. کویکی رو بشنویم. وقتی که از عشق میخوندید عنیق که جوانان نواشیق شاید تحت صدای شما از گلهای اولین بهاری دسته میبستند و به استقبال دلداده ها میشتافتند، یا شاید بار اول تحت صدای دولت جورابید زیر مجنون‌بید چلکوکلی همراز میشدند، یا نه استاد؟ راست راست. احساس میکرده؟ احساس میکنم که به درد عاشق مرهم میشود ترانه شما. ترانه ها هر خیلی میشوند خواهر عزیز. ترانه هایی که دل آدم رو به ذوق میاره، ترانه هایی که مثلا ایگزشته ها در خیال پیشتر میکنند، ترانه هایی هست که جوان ها با همدیگر محبت زیادتر پیدا میکنند، ترانه هایی هست که تحقیر میکنه، ترانه‌ای هست که دغل باشه، دشنام باشه، ترانه‌ای هست که مثلا یکم شعرهای بی پایه و بی چیه هست که همون خواننده همون را میخونه که وای تماما ممکن تاثیر دارد، این تماما ممکن نیست. خیلی سرودهای مثلا دلتنگ کننده و دیگر. بله سلامت باشد. بازی گفتید که ترانه هست که انسان رو به اندیشه میبرد. راست. و انسان هم با خاطره زنده هست میدونه. راست. همیشه ما یا با آرزو زندگی میکنیم، برای فرد آرزو میکشیم، یا خاطره دیروز رو به یاد میاریم و چیز حکمت میگیریم. از او سالهایی که فعالیت داشتید
یکی مثل در مشرق زمین، یکی در مغرب زمین. اما آوازه هنر شما تا به گوش استاد عادل‌الله هاشم بود و آوازه هنر و استعداد ایشان تا به گوش شما در یک تاجیکستان نازنین. و اگر همکاری داشتید، هم روانی و هم زبانی بود با استادهای پیش، چیز خاطره در یاد شما، در ذهن شما باشد؟ من کدام خاطره ها در یاد شما می اومده باشد؟ من قطعی رحمتی عادل‌الله هاشم و زفر نوزین وقتی که دکه در رفتیم در کرمل وحی نویتن برآمد بود. در اونجا ما رحمتی آدینه ما اتفای استادگی بودیم و نامی کلانه پختر راحتی جانه پختر خیلی کار میکنم خیلی زمزمان نامی کلانه پختر راحتی جانه پختر همه خیلی همه کار او آدینه هاشین چی میخوند و بعد ما ایره چی میکردیم. خب بعد من اونجا یک سرود میخوندم ایمهی خیرگانشین از ما از رخ برخشان پرده رو آهنگ خودم بود شعر حافظه مرا که میخوندم رحمتی آدینه همون را چسبید، رحمتی ظفر نازنان یک جایی چسبید که همین را بنویست تیموده ما هم در همین آهنگ. اینه من گفتم خودم میرم اونجا چی من اومدم که رحمتی آدینه برخ زبیش داده است اینه میفرمیش سرود ها سرود ها بقیه آلمان خیلی در مسئله میگویند که دوست رو در سفر میشناسید. راست در اون سفر رو شاید دوستی شما قرینتر شد. آره خیلی آخون سندکارا اصل آخو چی بگم میشه که اگر هنر اصل باشد خصومت و رشق باید نباشد. سندکارای اساسی که آواز خدادادگی دارد و هیچ وقت رشق نداره انا همین نو برامداش که یک رنگ خروچوجه ایسوس میکنه انا همین زیدیه در بین همین ها بسیاره او برای آنکه آخور خدا داده گیه و سنت خدا آواز خدا داده گیه. آره آواز خدا داد دیگر است. استعداد مثل چشمه است که حتما طغیان خواهد کرد. اگر با سیل حوادیث تصادف یا مخصوص دانسته این چشمه مثل که محو شود، اما این رویش از جای دیگر حتما ظهور خواهد کرد، چون ساختن است، احسا است، خدا داد است. خوش به حال دولت جورابی که از این چشمه هم نوش جان می کند و هم تشنگی دیگران می شکند. جهان یک سر نمی ارزد، دم باغم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دول قیما، کز آن بهتر نمی ارزد. به می بفروش دول قیما، کز آن بهتر نمی ارزد. به جام و بر نمی گیرد، به کوی موای فروشانش به جام و بر نمی گیرد. دیست جاده ای تقوا که یک ساغر نمی ارزد، دیست جاده ای تقوا که یک ساغر نمی ارزد. آسانی نمود اول غمی دریا بابوی سود، غلط کردم که این توفان وسط گهبر نمی ارزد، غلط کردم که این
صد منظر نمه ارزد که یک جامی نتی دونم دو صد منظر نمه ارزد دو صد منظر نمه ارزد. برای شنونده و برای مخلص نه فقط شنیدن هنرمند دیدن هنرمند هوس است، باز اونها اگر که مخلص اصیل هستند باز ده چند دیگر شوقمند دانستن زندگی پس پردگی هنرمند هستند. به خاطر همون مخلص ها از زندگیتون قصه کنید. در رشتان زمین هنرمند ارشد، هنرمند دوست داشتنی دولت جورابیک چی روزگاری بسر دارند، چی زندگی دارند، از چی سازندگی ها میکرده باشند در اون خانواده، چند فرزند باشد، با چی کارها مشغول باشند اهلی بیت، آیا شنونده ترانه های پدر باشند، ادامه دهنده کسب پدر باشند؟ خواهر عزیز، من کدامه گفتم سالی 1959 هم آیله دار شدم، همه آیله این که از سرک زهش آلی در وقت شعر میکنم. من زندگی خوبه داشتم به همین زن، بسیار زنی با تقوا، زنی مسلمان، زنی با ادب بود. خیلی تقدیر الهی بود است من 54 سال قطعه اول زندگی کردم، پار سال از بین رفت. همین کسا چند فرزند داره؟ همین 5 تا فرزند. یک فرزندم خدا رحمت کنه سرباز نام داشت، در اینستیتوتی هم صنعت 4 کورس یکجاری میخوند و ای درک زشت. انا 4 فرزندم باقی مانده از دو تا دختر و دو تا بچه. همون فرزندم که در راه من میرفت و ای گذشت، اینوش فرض کردیم برای من دیگر کسب و کار رو انتخاب دیگر کسب و کار رو چیکار کردگی انا برای همین اصلا استاد زندگی همین است، رفتن دو رویم و باز آیند دو روند و ما گمان میکنیم که مهم نیست که انسان چقدر عمر میبیند، مهم اون است که در اون فرصت که دارد چی میتواند که کرده باشد. راست. اگر بعدی رفتن مثلا یک زن در خاطره شوهر، در قلب شوهر اوقدر نام نیک و کار نیک خود را مانده باشد، پس آمدن و رفتنش به منطق نبود، با معنی بود. مست حضرت باشند. یک پارچه شعر در وصفی میخوانم، مایلش نه؟ باشد. همچنین سردر غازی نتی با مدرم از دست رفت، قوت دل جسم جان و پیکرم از دست رفت، یک زنی با عفت و پاک و حلال روزگار بود، یک زنی با عفت و پاک و حلال روزگار بود، همسرم در زندگی غم پرورم از دست رفت، همسرم در زندگی غم پرورم از دست رفت. شدم بیمار طبیبی حاضق بود در برم، نشدم بیمار طبیبی حاضق بود در برم، هم طبیبم هم حبیبی بیشترم از دست رفت، هم طبیبم هم حبیبی بیشترم از دست رفت. نشنیدم از او در عمر خود گفتار سرد، هیچ نشنیدم از او در عمر خود گفتار سرد،
مزدود از دل غم و غم پرورم از دست رفت مزدود از دل غم و غم پرورم از دست رفت باید موضوع را دیگر کرد ورنه دل قهرمان ما از فراق رفیق شفیق پر از فریادهای بی‌زبان گشت تشنه برونج هستند هرچند خوب می‌دانیم که همه آمدن‌ها را باز رفتن هست اما رنج فراق سینه‌سوز است و حتما از سوز آن فغان دود خواهد کرد ترانه‌های شما ما را مثلا به گلستان پر از نکهت و خوشبو و خوشرو هدایت می‌کند یک طرف دیگر آن همین چهار دیواری که ما میون او چهار دیوار بلند نشسته ایم و صحبت داریم او قدر رنگ و رنگ است او قدر زیبا است که این گونه صرفخانه ها در رشتون زمین زیاد باشد خیلی یا این محصول زحمت اهل فرهنگ نه این محصول اهل انامی خودی میرزا شاه گفتنی آدم هست اینا همش احساب هوای هست همین مرد به نهایت مردی همین ساحه را دوست می داشتگی این را حتی در شبه نمایش بسیاری نماینده های خورجه می هن این را هنر دستی خود همین آدم هایی که به کدام درجه همه خیل آورده و همه خیل هنرهای خلقی در جمع آوری می کنه و پیشنهاد می سازن این همه تلاش ها برای هم حس افتخار ملت رو بدار میکنه هم پیشروی ها هم از بازگوی پیشروی ها هست هم حس خودشناسی رو بدار میکنه این گونه شخصیت ها حتما که وطندار هستند وطندوستدار هستند شما در سن 75 هستید رشتون زمین همین گونه وطندارها زیاد داشته باشد در زمان داشتن اینا به نام نشان رفتند انامی شرافیتی انامی دولت دولتداری ما شد که انامی این گونه انامی هنرمند هایی که اکنون ای بین رفته بدن اکنون این احیا شده استادن با بعد اینم اینو اگر همی رفتار پیزدار باشه با اینو پیدا میشه در کشلاق جای ها هنرمند ها بسیار هستن هنرمند هایی که به هر ساحه نه این که یک من این هنرمند هایی هست که مثلا شوبی افتیاب راست میکنه خیف چی گویم اکنون چجای خاجگی یوغ و سپار میگن او خیلی میتراشد دیگه تا وقت ای خیلی هنرمند ها به نهایت بسیار هستند آیشتا آیشتا آزه بیرشتون زمین از زی بایدنی ای خورجا آمده این آزه بی ملت هستند اینا را دستگیری کردن ما استاد مثلا شنونده اولین هنری شما شنونده اولین صدای شما پدر و مادرهای ما بودند نسل پیشتر و امروز هم انا همو گفتیم در آغاز برنامه که انا همو شیره انا همو شربت انا همو نمک بسیار فورم گوارو در صدا محفوظ مونده است و با او صدایی که شما دارید با او تلاشی که در این سن و سال دارید عنیق که شما به هنر چیز زم کردید و در فضای فرهنگ هنر در تاریخ هنر حتما که چیز موندید و او خاطر ما سوال رو دیگرگونه میگذاریم هنر به شما چی داد؟ هنر برای من آبرو داد هنر برای من چی بگم؟ اول آخر خدا من ایروی انهمی هنر او قد خورم تا همی دم آمدم هنر همه وقت بالا گذارم همه وقت یک آدم یکی که من حافظ خلقی آمد حالا اون که من حافظ خلقی نیستم به طور رسمی عنوان نداره یعنی؟ عنوان ندارم انا من 50 و چند سالشی در ساحه صنعت کار میکنم ساحه صنعت کار کرده استادم خلق من حاضر حافظ خلقی میگه من از سال 2006 نابی آمدم در نهانی تالار برای من